روز 15 جولای سال 2024 یک مرد جوان ایرانی که برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا در یکی از استانهای کانادا زندگی میکرد به زندگی خودش پایان داد. تحقیقات نشون داد که چند روز قبلش خانم این آقا به طرز وحشتناکی به قتل رسیده. حتی یک عکس منتشر شد که نشون میده این مرد داره یه چمدون رو حمل میکنه که گفتن که بدن خانومش توی اون چمدون. اما من چرا دارم راجبش صحبت میکنم؟ به چند دلیل. دلیل اول اینه که این آقای پادکستر بود، راجب مسائل جنایی پادکست میساخت، در دیتیل و جزئیات توضیح میداد که جنایت چجوری صورت گرفته و خیلی سعی میکرد از زاویه روانشناسی قاتل به ماجرا نگاه کنه. جالبه نه؟ دلیل دوم من مکالمه ای که با دوتا از آدمای نزدیک خانومش داشتم. شوک عظیمی که این آدم ها متحمل شدن، باور نکردنی بودن کل ماجرا، هیچ نشونه ای ندیدن جز پادکستا و یه بحرانی که پس ما از کجا بدونیم آدمای دور و برمون کیان. صحبت درس ماجرا که میشه یاد حرف عزیزی میفتم که یه بار به من گفتش این آدم خوب و قابل اعتماد تا این لحظه و با این اطلاعات و دانشی که تو الان داری، از آدما بت نساز. و من به این فکر کردم که واو، چقدر ما تو جامعه ایرانی ناخودآگاه از این نفر فقط با اون چیزایی که به ما نشون میده بت میسازیم. نه؟